پس هفته جمعیت هلال احمر امروز با حضور مقام های محلی هرات طی یک مراسم تجلیل به عمل آمد. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی در این مراسم گفتند که قرار است در جریان این هفته کمک های مردمی به منظور درمان کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب و دیگر فعالیت های بشر دوستانه جمع آوری شود. 67مین سال روزی است که جمعیت هلال احمر افغانی از هفته مخصوص سرمیاش در سر تا سر کشور بزرگداشت به عمل آورده است. در این هفته ما جمع‌آوری کمک‌های مردمی روی دست داریم و با فروش تکت‌های اعانه کمک‌های مردمی را جمع می‌کنیم و به تداوی اطفال مبتلا به سوراخ قلب و همچنین پاسخ‌دهی به حوادث طبیعی و عرضه فعالیت‌های بشردوستانه می‌پردازیم. مسئول جمعیت هلال احمر در هرات همچنان میگوید که در یک سال گذشته بر علاوه کمک به خانواده‌های متاثر از آفات طبیعی به تعداد 140 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب نیز از سوی نهاد درمان شدند. در سالی که گذشت از هفته مخصوص پارسال تا امسال به تعداد 141 طفلی که مبتلا به سوراخ قلب بودند تداوی کرده و به تعداد 1690 خانواده که اونا تحت تأثیر آفات طبیعی قرار گرفتن و از حوادث سیلاب متاثر شدن کمک غذایی و غیر غذایی توزیع کرده. این روند کمک های فعالیت های بشردوستانه هلال احمر و قوت خود انشاءالله بر پایه کمک های مردمی ادامه خواهد داشت. در این حال مسئولان ریاست صحت‌عامه هرات میگن آمار کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب در این ولایت افزایش یافته و آنها نمیتوانند این کودکان را در بیمارستان مرکزی هرات به دلیل کمبود تجهیزات طبی تحت درمان قرار دهند. اما آنان در این حال از ایجاد یک مرکز درمانی ویژه قلب در این ولایت خبر میدهند. ما برای قلب در شفاخانه یوزوی را در حال کار روی طرح بخش آنجیوگرافی و آنجیوپلاستی هستیم. در قسمت کودکان و سوراخ‌های قلب هنوز کار خاصی نشده و امکانات بسیار زیادی به طلبه که فعلا بنابر مشکلات بودجه جزء اولویت‌های وزارت صحت ما در حوزه ما نیست، ولی با تشویق همکارای ما دو سه نفر از متخصصای بسیار خوب ما سرمایه‌گذاری کردند و یک شفاخانه قلب انقریب ما را هم اندازیم، تعمیر خلاص شده. در همین حال مقام های محلی هرات از فعالیت و عملکرد نهاد هلال احمر افغانی در امر خدمات رسانی به بیماران ستایش می کنند. آنان همچنان می گن که این اداره نیز مصمم است تا همکاری خود را با این نهاد افزایش دهد. خیلی خوشحالیم که همچین نهاد و مؤسسه در کنار دولت هست که کمک میده. ما در سال گذشته خود شما آمار داریم که ما حوادث طبیعی زیادی داشتیم و حوادث نظامی زیادی داشتیم. در اسرع وقت اینا به جلسات مشارکت میکردن و تنها نهادی که میتونید به حتی به مناطق دوردست بره و با حتی مخالفین هم کمک میکنه و جاهایی هست که دولتی ها نمیتونستن برن، این نهاد میره و می کمک های بشر دوستانه خود انجام میداد اینجی. در کنار این رئیس اداره حج و اوقاف هرات نیز بازرگانان و افراد خیر را دعوت به تعاون و همکاری با این نهاد می کند. لازم هست تجار خیر و برادران ثروتمند ما از این پولی که خداوند به عنوان نعمت نصیبشان کرده در راستای تداوی از این عزیزا هزینه بکنند تا باشد که ما در راستای اعاده فرهنگ همکاری با هم نوع خود این سنت را احیا کرده باشیم. بر اساس برآوردهای نهاد جمعیت هلال احمر افغانی، درمان هر کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در خارج از کشور بین 3,000 تا 7,000 دلار هزینه دارد. بر بنیاد گفته‌های نهاد جمعیت هلال احمر، بیش از 16,000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در افغانستان به صبر رسیدند که در حال حاضر از این میان 9,000 کودک درمان شدند.